با سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزان، خیلی از دوستان میگن که ما رزومه زندگی تو و کاری تو میخواییم. شاید برای بعضی دوستانش بد نباشه، اما من چیز دیگه میخوام خدمت عرض کنم. من یکی از کاره که تو عمرم انجام دادم، کارم تولید آبهای فرامدنی بوده. آبهای فرامدنی چی؟ یعنی غیر از معدنی، بالاتر از معدنی. دوستان، در دنیا دو چیز جابجا بشه امراض زیاد میشن، یکی پیاز هست، یکی آب هست. حالا پیاز رو بحث شو من نمیخوام وارد بکنم بشم، میخوام بحث آب ها رو مطرح کنم خدمتتون. هر انسانی در هر محیطی که زندگی میکنه و نفس میکشه باید آب همون منطقه رو استفاده کنه. آب باید با هوا هارمونی باشه، بره داخل زمین و بعد از اونجا با زمینم هماهنگ بشه و ما از این آب استفاده بکنیم. همیشه میگم آب و هوا، یکی. دوم، اگه آبی که ما در منطقه استفاده می‌کنیم از اون هوا رد شده باشه، هارمونیش این اتفاق میفته که سطح ارتفاع سطح دریا، رطوبت هوا و درجات هوا، درجه حرارت هوا هم باش هماهنگ هست. اما اگه آب از جای دیگه به دست ما برسه برای مصرف کردن و این آب در ارتفاع دیگه از سطح به دست اومده باشه، رطوبت هوا منطقه فرق کنه، به درجات فرق کنه، وقتی که ما میخوریم بدن ما دچار مشکل میشه، دچار مشکل میشه. من رفتم فاو حدود 15 سال پیش به این مسئله مطرح کردم، خودشون هم این رو میدونستن و گفتم بیاییم در سطح دنیا به جای کارخونه آب معدنی آبهای فرامعدنی بزنیم، یعنی اینکه کارخونه آب سازی بزنیم. برای هر منطقه میخوام آب بفرستیم، ببینیم برفر سختی آب اونجا با چند باشه، هاردنس توتالش چند باشه، نزدیک به اون آب تولید کنیم. یعنی دستگاه تصفیه آب ما و ساخت ساز آب ما املاح رو کم زیاد بکنند که مردم اون منطقه وقتی از آب استفاده میکنند 70-80% گاه تا 90% به آب منطقه خودشون نزدیک باشه. در نتیجه امراض کمتر میشه، در وضعی سرحالتر و قبلاختر میشه. دوستان، واسه مصرف آب یه فرمول بهتون میگم. شما اگه خواستیم این آبی خوب هست، همه هنگ اسم با بدنتون، یه لیوان آب میل کنید. اگر بعد از 2-3 دقیقه یه لیوان دیگه آب تر بدنتون خواست، به قول آمینه طلبید، اون آب خوبیست. اما اگر یه لیوان آب دارید میخواید تا آخر نتونید بخواید و گوشین زمین، اون آب با بدن شما و با محیط هماهنگ نیست. یکی از علالی که بدن آب رو پس میزنه زیاد بودن نیتریت و نیترات در آب هست که از کودهای شیمیایی به وجود میاد متاسفانه. کسی که در تهران زندگی میکنه، اگه آبی در منطقه بندرعباس سطح دریا تولید شده باشه، معمولا سختی زیر 120 زیر 110. اون آب برای یک تهرانی که آب مصرف میکنه خسته کننده است. اما آبی که در تهران تولید میشه سختی بالای 250 هست، در یک کسی که در منطقه سد دریا زندگی میکنه یا منطقه گرمسیر زندگی میکنه، آب سوایی که مفید نیست چه خیلی هم مضر هست. اون اولی کلیه ها رو خسته میکنه، این دومی تسلب شرم وجود میاره، املاح به خاطر تعریق بالا رسوب میکنه، حتی کلیه ها رو اذیت میکنه، رگ ها رو میبنده. پس با توجه به اینی که جسم مرکب روح هست، اگه جسم ما میخواییم چیز بکنیم، روح سر حال قبل باشه، باید جسم مرتبش بکنیم. یکی از کارهای من در دنیا همین بوده، پایه‌گذار آبهای فرامدنی در منطقه خاورمیانه من بودم، کارخونه شم زدم. و وقتی که آقایون فهمیدن که من چی کارخونه زدم و کارخونه اندازی کردم، خیلی چرا خاموشم کار کردن رفت و یک کارخونه رافتاد اومدن و با کمک اون شیطان معلوم و عباس غفاری و امثال هم جلو این کار رو گرفتند و الان کارخونه تقریبا 7-8-10 ساله که در نیمه تعطیل و نیمه تعطیل هم کمتر شد، هفته یک دو روز کار کنه، ولی اون آب فقط تولید میکنه، آب سوزی توش انجام نمیشه. یکی دیگه از کاری که بنده کردم و به شفت خواهر میکنم، من زمان تدریس الکترونیک میکردم.
و جز اولین نفری بودم در ایران که تلویزیون زنگی تدریس کردم در مرکز آموزشی تلویزیون زنگی، چون به درس دادم و باعث افتخارم است. من حدود 3000 شاگرد تربیت کردم که اکثر در نقاط مختلف دنیا کار میکنن، موفق هستن، در سطح ایران کار میکنن، موفق هستن، که حتی یکی از شاگردهای بنده باعث افتخار من هست، برام آقای صدیقی، ایشون نماینده سنی در منطقه خاورمیانه است. حالا چطور میشه که انسان به اینجا برسه؟ یک فلسفه داره کندوی عسل، که وقتی یک ملکه از کندو میاد بیرون و به طرف بالا پرواز میکنه، بالغ بر 3000 زنبور نر دنبالش میرن. این 3000 تا وقتی با هم رقابت میکنند، به مرور که میرن بالا میفتن تا آخر کار به 4-5 تا میرسن. اینا به ملکه نگاه نمیکنن، اینا به هم نگاه میکنن، تا میشن 3 تا، تا میشن 2 تا، بعد یک زنبور نر میمونه، یکی میمونه. اما فکر نکنی ملکه وای میسته، نه، این تازه باید خودش ملکه برسونه. تا رقابت کرده با رقباش، با رفاقاش، حالا باید خودش ملکه برسونه. باز خیلی ها از این زمان نر هستن که همون تکی هم نمیرسه. وقتی که یک کاری شروع میکنید، همه ناامیدتون میکنند، هم میگن نمیشه، کار شما شروع میشه. حالا میفهمید که خودتون هستید و کسی کمکتون نمی کنه. موفق هستید اینجا، چه برسید بعدا و چه نرسید، که قطعا میرسید. و بعد این خودش به ملکه میرسونه، چون تلاش مضاعف میکنه دیگه، یعنی بودی حالا به هدفش نزدیک شده، میرسه و الی آخر. دوستان، داستان بلرچین ورزیه رو گفتم، کلیپشو گذاشتم. ناامید نشید، ما موفقیم، بدون گروه اگر موفقیم، شک نکنید موفقیم. این فشارهایی که داره به حکومت و تشکیلات میاد، درسته بعضی میگن ما ایران تک تک هستیم، اما موفقیم. بینشمون خیلی بار رفته، اطلاعاتمون خیلی بار رفته، درکمون خیلی بار رفته، این اینترنت هم خیلی کمک کرده. خوشبختانه اکثر ماها دیگه جهانی فکر میکنیم، تو منطقه هم خوب میتونیم عمل کنیم، خوب عمل میکنیم، موفق و معید.